بعد سلام خدمت همه تریدرها، امیدوارم هر کجا که هستین سعی و سلامت باشین. امروز دوشنبه است، اولین روز هفته 12 جولای 2021 هستیم. تقریبا 4-5 دقیقه دیگه بازار سهام آمریکا باید باز بشه. من قبل از بازار معمولا یک ساعت قبل از بازار میام با دقت همه سهام ها رو بررسی میکنم و تصمیم میگیرم که امروز برای ترید اول بازار دنبال چی باید بگردم، کدوم سهام ها برام جالب تره، و یه گوشه یادداشت میکنم که بتونم اول بازار رو اونا تمرکز داشته باشم. برای این تعداد سهام ها زیاده، اول بازار هم نمیتونه سریع تصمیم بگیره، پس بهتر اینه که از قبل برنامه‌ریزیش رو انجام داده باشیم. الان با هم دیگه میخوایم اول نگاه کنیم ببینم که کدوم ها امروز واسه من جالب تر بوده، رو اونا کار کنیم. بعد من ترید اول بازار خیلی دوست دارم، برای اینکه معمولا وقتی به اون سقف روزانم در اول بازار میرسم با خیال راحت کامپیوترم خاموش میکنم میرم دنبال کارم، دیگه نمیشینم پای چارت. بخاطر اون خیلی علاقه دارم که بتونم اول بازار اون چیزی که دنبالش هستم رو به دست بیارم. یه چند تا سهام بود، من امروز اینا رو نگاه کردم، الان میخوام اول اینا رو باهاتون شیر کنم، بعد ببینیم اول بازار که باز میشه چه اتفاقی میفته. سهام بابا رو یه لحظه با هم دیگه نگاه کنیم، مال شرکت علی بابا، و همونطوری که میبینید پری مارکتش تقریبا $1 پایین تره و عرضم به حضورتون که پوینت آف کنترل این بازار اینجاست، بالاتر از پوینت آف کنترله، یعنی نمیتونه یه ریزش خیلی سنگین تری به پایین تر از این سطح داشته باشه. ADX ما تو اصلا شرایط خوبی نیست. تایم فریم 5 دقیقه شو داریم با هم دیگه نگاه میکنیم و یکم اگه روش دقیق تر بشیم، این بازار امروز پایین باز میشه، علی بابا امروز پایین باز میشه، ولی به احتمال خیلی زیاد صعود خواهد کرد. خب پس ما حواسمون رو علی بابا میذاریم، برای علی بابا دنبال یه بای باید بگردیم. خب ببینین توی چارت یک ساعتش هم به همین صورته، این کندل سبزه که مربوط به جمعه است داره این بازار رو این بالا نگه میداره، ولی همونطوری که میبینید ما جلومون به اون راحتی ها نمیتونیم صعود کنیم، ولی شاید تو محدوده عدد $2,210 بتونه بیاد بالا. خب پس این خیلی سهم راحتی نیست، ولی من یه گوشی یادداشت کردم، علی بابا پایین باز میشه، ولی اگه بخواد از روی مووینگ 205 دقیقهش استارت بزنه من وارد میشم. ولی یک چیزی هم هست که خیلی خوب نیست، اونم توی یک دقیقه چه توی یک دقیقهش اگه ببینیم، خب ما میخوایم توی یک دقیقه طبیعتاً جای خوبی پیدا کنیم. ببینید توی این فاصله تعداد کندل های والیوممون خیلی زیاده، والیوم قرمز، بعد بزرگترین والیوم قرمز هم اینجا، یعنی بزرگترین والیوم مربوط به این کندل قرمز است. خب این داشت نشون میداد تو چند دقیقه آخر بازار جمعه به شدت بازار ریزشی بوده، ولی با توجه به اینکه جمعه است میدونیم موقع حسابرسی خیلی از شرکت ها هست، زیاد به والیوم آخر وقت جمعه نمیشه توجه کرد، ممکنه امروز تغییر بکنه. پس علی بابا اگر اینجا استارت خورد برای بای، چیز دیگه‌ای که نوشتم توییتر هست، توییتر روی همین پوینت آف کنترلش توقف کرده، ببینید چه والیوم های صعودی خوبی داریم، و ADX ما هم تو مسیر صعودیه. توییتر به احتمال خیلی زیاد اونور عدد 69 باز میشه، توییتر اونور 69 در اومد، اگه شرایط اوکی بود توییتر رو بای میگیریم. و سهام دیگه هم که میخواییم با هم دیگه نگاه کنیم AMD هست، AMD هم توی پوینت آف کنترل گیر کرده، اونورش باز بشه اینم بای میگیریم. خب الان ساعت شده 16:29، الان هست که بازار باز بشه. من ویدیو رو متوقف نمی کنم، مثل ویدیو گذشته بدون ادیت ویدیو رو میخوام بذارم که ببینین بازار واقعا به چه صورت کار کرده و ما کارکردمون در واقعیت به چه صورت بوده، که موقع شایعی درست نشه که بگن ویدیو ادیت شده است. نه، ویدیو بدون وقفه است، خودتون ببینین. خیلی خوب، بازار باز شد، علی بابا پایین باز شد، فقط این که توی 5 دقیقهش با اونو چک کنم. توییتر بالا باز شده، عالیه. AMD هم داره تو همون منطقه تلاش میکنه. خب AMD شرایط سختی داره، مگر اینکه از اون سطح عبور بکنه، داره عبور میکنه اونور 91، ولی محدوده 91 به بعد براش خطرناکه. میخوام صبر کنم کندل اول بسته بشه، کندل اول بسته بشه راحت تر میتونیم تصمیم بگیریم. بابا رو یه بار بیاین روی تریدینگ ویو نگاه کنیم ببینیم کجا گیر کرده.
خب بابا پایینه اون منطقه که ما میخواستیم در اومده، بابا اصلا جاش خطرناکی، بابا هیچی. AMD جای خوبیه. AMD رو من میرم برای بای. این AMD عرضم به حضورتون که 500 سهم یک جای اجازه این تو کجا خالی میکنم بزنین که اندر اولی بسته بشه اصلا. AMD رفتیم بای. اجازه بدین من اینم ببینین اینجا سود و زیان ما رو. خیلی خوب AMD رو رفتیم بای. من پنجره کلوزم رو میارم دنبال اون یه تیکه گپ اولم، یه چیزی نزدیک 50 سنت باید بده ببینیم 92 رد میکنه یا نه. الان 170 دلار 150 دلار توی سودیم. یکم صبر کنیم ببینیم تو کجا میره. خیلی خوب یکم اجازه بدیم. 190 ظاهرا 92 رو نمیتونه بگیره، با محدودی 92 مشکل داره. یکم میخوام ساب کنم ببینم چه کار میکنه. من اومدم بیرون بعد کسر کمیسیون 180 دلار برامون موند. خب چون محدوده 92 رو نتونست به راحتی رد کنه من اومدم بیرون. یک حساب کتاب ساده با هم دیگه انجام بدیم. ببینید سهام توییتر، سهام AMD که من وارد شدم هر سهمش 91.5 دلار بود. لیوریج 20 داره این سهام ها، یعنی تقریبا بابت هر سهمش 4.5 دلار من باید پرداخت میکردم. خب 500 سهم گرفتم. عرضم به حضور شما که 500 ضرب در 4.5 دلار در واقعیت 2250 دلار من پول واقعیم درگیر بود برای یک دقیقه. دیدین فقط یه دونه کندل یک دقیقه رو گرفتیم با چقدر سود بعد کسر کمیسیون 180 دلار مثبت. خب روز من ساخته شد واسه یه دقیقه 180 دلار در اومد. ولی ملاحظه کردین ما واسه این مدل ترید گرفتن از قبل اومدیم همه چیز رو بررسی کردیم، کار یه لحظه دو لحظه و اینجور چیزا نبوده. با اون ذهنیتی که داشتیم از قبل اومدیم جای درست رو گرفتیم و ثمرش هم گرفتیم. خب یه ترید خیلی خیلی راحت، فکر کنم ویدیومون هم خیلی کوتاه شد اتفاقا. امیدوارم که مفید بوده باشه. امیدوارم شما هم ترید های خوبی داشته باشین. تا ویدیو دیگه همتون رو به خدا میسپارم.